میخوام دعوت کنم از خانم نگار یعقوبی بزرگوار که محبت کردن امروز افتخار دادن. خواهش میکنم باشید. دوستان فقط ادامه گفتگو خواهش میکنم. در ادامه گفتگو ما که سوال تقریبا یه گفتگو دوستانه خواهیم داشت همه سوالایی که فکر میکنیم در مورد رنگ رنگی هست رو میپرسیم. اگر سوالی تو ذهنتون بود در مورد این مجموعه که خانم یعقوبی بتونن کمکتون کنن حتما یادداشت بکنید و به همکاران ما که حالا انتهای سالن هستن بدید که سوالات رو به دست ما برسونن. خب شروع کنیم. بسیار خوب. خانم نگار یعقوبی. خیلی ممنون که اومدید. بفرمایید خودتون معرفی کنید بریم سر بحث. سلام. صداش بکنم. سلام و عصرتون بخیر باشه. من نگار یعقوبی هستم، مدیر و بنیانگذار مجموعه رنگی. بسیار خوب. خب ما الان می‌خوایم بیشتر بریم سراغ رنگی رنگی، ولی قبل اینکه از اون صحبت در مورد رنگی رنگی بکنیم در مورد خانم یعقوبی قبل از رنگی رنگی هم برامون بگید تحصیلاتتون چی بوده، بعد چی شد که اصلا به فکر این افتادید که رنگی رنگی رو اجرا بکنید. یه خورده در مورد خانم یعقوبی قبل از رنگی رنگی بگید. من متولد 65 هستم و اصالتاً مشهدی هستم. تا 21 سالگی مشهد بودم و سال چهارم دانشگاه وقتی سال سومم تمام شد تصمیم گرفتم که خودم انتقالی بگیرم و بیام تهران زندگی بکنم و سال آخرم رو تهران گذروندم و فوق لیسانس قبول شدم. فوق لیسانس هم خوندم تا سال آخر، ولی آخرش انصراف گرفتم به خاطر اینی که فکر میکردم که دیگه اصلا اولی که من فوق لیسانس رفتم احساس کردم که کار اشتباهی کردم، یعنی چون همه فکر میگفتن که فوق لیسانس بخون و ادامه تحصیل بده، منم رفتم ولی خب چیزی نبود که دوست داشته باشم ادامه بدم و فکر میکردم که توی این موقعیت شاید بشه کارهای بهتری کرد با این شرایطی که من دارم. برای درس خوندنم هیچ وقت دیر نیستش، میتونم هر وقت که فرصتش رو داشته باشم این کار رو بکنم. من از 18 سالگی سر کار رفتم، یعنی بعد از 2-3 ماهی که دانشگاه رفتم بعدش دنبال کار رفتم و مشغول به کارهای مختلف شدم. تهرانم که اومدم دوباره همین شرایط بود تا موقعی که دقیقا 3 سال و نیم پیش. البته خب من از قبلش خیلی فکر این رو میکردم که یه بیزینسی رو بندازم، یه چیزی که حس کنم خیلی مدل خودمه. و بعدش که رنگی رنگی رو افتاد دیگه تقریبا زندگی من و کارم یکی شد و هر دوتاش شد رنگی رنگی. خب مرسی. میخوام یه خورده سریع نریم سر رنگی رنگی، یه خورده بیشتر در مورد خانم نگار یعقوبی بدونیم. اینکه قبل اینکه برید سراغ رنگی رنگی قبلا چه کار کردید؟ اینکه مثلا گفتید از 18 سالگی رفتید سراغ کسب و کار، اینکه کسب و درآمد بکنید، چه کارهایی تجربه کردید؟ سراغ چه کاری رفتید؟ انگیزتون چی بوده؟ میخوام ببینم چه بک‌گراندی وجود داشته که الان رنگی رنگی ایجاد شد و اینقدر موفق شد. خیلی کارهای مختلفی انجام دادن که اصلا شاید خیلیش خیلی هم مرتبط نباشه با این کاری که الان میکنم. من 18 سالم که بود از طریق روزنامه کار پیدا کردم، یعنی تنها که بلد بودم که یه جایی بگردم و یه کاری پیدا بکنم و یه شرکتی بود توی مشهد که میخواستن یه آدمی رو پیدا بکنن که وبسایتشون رو آپدیت بکنه و من رفتم اونجا مشغول به کار شدم. چه سالی بودیم؟ سال 84. یعنی 84 هم یه سری شرکت تو تهران بودن که تو مشهد که به مدیریت محتوا و تولید محتوا اهمیت میدن. این قسمت جالب قضیه سالم خود. یک سال و خورده اونجا مشغول به کار بودم، ولی زبانم خوب بود، تونستم توی یه دانشگاه علمی کار بردی که البته اصلا دانشگاهی که خیلی اسم و نام و نشونی نداشت، ولی خب به اون دانشگاه بود و من اونجا زبان تخصصی دو ترم درس دادم و بعد از اون اومدم تهران.
تهران که اومدم خب یه 3 ماه 4 ماهی که من مشغول جابجایی بودم اون که کار نکردم، ولی بعدش خیلی علاقه من بودم به اینکه ببینم شغل آرایشگری چطوری هستش و با اینکه فوق لیسانسم رو قبول شده بودم رفتم یه مقداری دنبال کاری آرایشگری که فقط ببینم به چه صورته. اونو یه 3-4 ماهی روش وقت گذاشتم و بعد از اون وارد شرکت سفیر شدم و اونجا اپراتور فروشگاه آنلاین سفیر بودم. اونجا اطلاعات رو وارد می‌کردم و کارهای اجراییش رو انجام می‌دادم. 8 ماه اونجا کار کردم و بعدش احساس کردم که کار بلد نیستم و نیاز دارم که خیلی مستقل‌تر کار رو یاد بگیرم. تصمیم گرفتم که برم جزیره کیش. رفتم اونجا و 9 ماه اونجا شغل بازاریابی ویزیتوری انجام دادم توی یه شرکت بزرگی بود که واردات شکلات انجام میدادم. خب خیلی به نظرم شغل هیجان انگیز بود. نه من دانشگاه رو به صورت مجازی و غیر حضوری کردم که بتونم اینجا برم و این کار رو انجام بدم و خب خیلی برای من هیجان انگیز بود که شکلات بفروشم و خیلی میگم خیلی شغل جذابی میتونه باشه، ولی بعد از 8-9 ماه تصمیم گرفتم که اون کار رو هم نکنم. یعنی خب با اینکه خود ذات کار شادی بود ولی خب خیلی نمیخورد به روحیات من. برگشتم تهران توی شرکت ایرگران مشغول شدم به عنوان کسی که توی قسمت مارکتینگ دیجیتال فعالیت میکرد و بعد از 2 سال کمتر از 2 سال شدم مدیر مارکتینگ این شرکت. فعالیت اصلیش چی بود شرکت؟ شرکت ایدگرا که الان هم همون فعالیت رو داره پروژه های دیجیتال مارکتینگ انجام میده. یعنی اول شرکتی بود که فعالیت تخصصی توی این زمینه داشت و خب من اونجا بود که خیلی خیلی بیشتر با فضای آنلاین و حالا مشخصات دنیای دیجیتال به این سبت آشنا شدم و خب همچنان مشغول به کار در اونجا بودم که رنگی رنگی شکل گرفت. یعنی از وقتی که یه مدتی گذشته بود و من این شغل رو تجربه کرده بودم احساس می‌کردم این همون کاریه که من خیلی دوستش دارم. موقعیتی که میتونستم داشته باشم رو توی ادامه این راه می‌دیدم و خب همون جا بود که تصمیم گرفتم رنگی رنگی شکل بگیره و خب شروع کردم کارم. بسیار عالی. یه جای صحبتتون حالا صحبت می‌کردیم می‌تونیم دوست داشتیم یک مجموعه داشته بود، یه رویایی یا آرزویی داشتید که دوست داشتید یه کاری بکنید نزدیک به اون باشید. آره، من از بچگی همیشه دوست داشتم که اداره خوشحال‌سازی داشته باشم و همیشه هم رو می‌نوشتم جاهای مختلف. یعنی اولش خیلی به صورت غیر رسمی توی صفحه فیسبوکم به عنوان شغلم نوشته بودم که من کارمند اداره خوشحال‌سازی هستم و خب همه آدم هایی که من از بچگی میشناختم خب این ویژگی رو هم میدونستن که من علاقه مند و همچین چیزی رو بندازم. اولش واقعا خودم را فکر نمیکردم یه روز بتونم وارد کاری بشم که صنعتش خوشحال کردن آدم ها باشه، ولی خب این همیشه اینشان هر روز تو ذهنم بود که من دارم به اون شغل رویایی نزدیک میشم، من دارم اون شغلی رو انجام میدم که خیلی دوستش دارم و همیشه فکرش رو میکردم و خب خیلی جاها دلگرمی من به خاطر همین رویای بچگی بود. بسیار عالی. خب اگه موافقیم بریم کم کم وارد رنگی رنگی بشیم. خب رنگی رنگی چیزی که تو ذهنتون بود باشه چیزی که الان هست چقدر بهش نزدیکه؟ ابتدای هم برای اینکه اصلا بالا بیاری وبسایتو با کجا مشورت کردی؟ چی بود آیدیایی که داشتی؟ بیزنس مدلت چی بود؟ اینه خورده ما بگو که اون چیزی که شروع شد دقیقا چی بود؟ کجا بود؟ چجوری شروع کردی؟ چند نفر بودی؟ نمید موقعی که من رنگی رنگی رو تصمیم گرفتم شروع بشه تا موقعی که استارتش خورد که میشه مرداد 91 چند ماهی بینش فاصله بود. چند ماهی که من وقت میذاشتم بودی که اصلا ببینم این وبسایت قراره چه کاری انجام بده، چون برای من خیلی مهم بود. من نمیخواستم یه وبسایتی بزنم مثل بقیه وبسایت‌ها، در اصلا میخواستم یه چیزی را بندازم که ابزارش وبسایت بود، یعنی این وبسایت کمک میکرد بهش و خیلی وقت گذاشتم روی اینی که اصلا ببینم میخوام چی کار بکنم و این راهی که دارم میرم چقدرش به نتیجه میرسه. اولش با یه تصمیم داشتم با یه وبسایت
ساده شروع بکنم، یه وبسایتی که فقط توش اتفاقات شاد و حالا راه حل‌های شادی که به ذهنم میرسید برای اینکه انجام بدم تو زندگی روزمره آدم‌ها، حالا آدم‌ها اولش آدم‌های اطراف خودم بود، شاد بشن رو بنویسم. ولی بکنم فاصله این تا موقعی که این تبدیل شد به یه بیزینسی که قرار بود بلند بزرگتر بشه شاید مثلا 2 ماه بود. یعنی اولش با یه کار شروع کردم که فقط میخواستم این کار انجام بشه، ولی با همون کیفیتی که تو ذهنم بود. تا اینکه تبدیل به بیزینس شد خیلی سریع بود برای من. بسیار عالی. بعد وبسایتی که بالا آوردی دقیقاً، یعنی میخوام بدونم که رفتی سراغ یه شرکت که تو کار طراحی وبسایت انجام میدادم، بهشون گفتی من یه همچین وبسایتی میخوام، با این جزئیات و اینا، یا نه با دوستانی که داشتی مشورت کردی یه سایتی رو، خب اولش یه هزینه خیلی زیادی رو بودجه رو براش کنار گذاشتی این کارو شروع کردی، یا نه ابتدای هم با حد درآمد شروع کردی؟ نه، طراحی وبسایت رو اولیش رو خودم هم کاغذ کشیدم، برای اینکه هنوزم که اگه سایت رو باز کرده باشین یه سایت دو ستونه خیلی ساده است و قبل از اون حداقل مسائلی که ندیده بودم که هیچی صفحه اولش نباشه به غیر از 2 ستون، یه ستون عکس یه ستون متن. کسی رو داریم تو این جمع رنگی رنگی رو ندیده باشه یا نشناسه؟ خب اوکی، تقریبا همه میشناسه. اوکی، در لحظت نمیشناسه. خب بعد برمیگردم سر یه توضیح هم کردم. خب این وبسایت اول خودم کشیدم و بعدش در قالب وردپرس پیاده سازی شد با هزینه خیلی کم، به خاطر اینکه خب دیگه دیزاین اولیه شده بود، اون رو فقط از یکی از دوستانم به فتوشاپ تبدیلش کردیم و بعدش پیاده سازی شد. چند ماه اول فقط خودم روش کار میکردم، ولی خیلی زمان زیادی، یعنی فقط چند ساعتی میخوابیدم و بقیهش رو کار میکردم تا اینی که یه ذره پیش رفت و اولین باری که یه دیزاین خیلی اصولی رو این انجام شد که همون رو فقط مرتب سازیش کردم فکر کنم 7 ماه یا 8 ماه بعد از راه اندازی سایت بود، یعنی 7-8 ماه اول با همون دیزاین کلکوله‌ای بود که خود من انجام داده بودم و خب من اصلا کار گرافیکی بلد نیستم، یعنی کار نه گرافیک خوندم و نه دیجیتال و فتوشاپ بلدم توی زمینه گرافیک و فقط چیزی که تو ذهنم بود و فکر میکردم به اون چیزی که میخوام میره سر کشیده بودم. این انجام شد و بعد شروع به کار کردم، هیچ پشتوانه مالی نداشتم و خب احساسم نمی‌کردم که باید پشتوانه مالی داشته باشم. من می‌خواستم یه سایتی رو بندازم که توش مطلب‌های کوتاه و شاد نوشته شده باشه و خب اینو با کمترین هزینه شروع کردم، ولی هی بزرگ و بزرگتر شد. این که می‌خواستین حتما یه سایت، یه وبسایت شادی باشه و مطالبش خیلی کوتاه باشه، اینا طبق بررسی‌هایی که انجام داده بودی بهش رسیده بودی؟ طبق چه تحقیق و تحلیلی فکر می‌کردین که مخاطب اینو دوست داره؟ خب ببین، من می‌خواستم وارد این فضا بشم، در قدم اول باید فکر می‌کردم که چی لازمه. درست. خب سایت های مجله آنلاین که مطلباشون خیلی حاشیه‌ای تر بودن زیاد بودن، ولی من خواستم یه کاری انجام بدم که یه سبک زندگی روش باشه و خیلی هم برای من شادی مهم بود که یه چیزی باشه که جزئیات شاد درست بکنه. چیزایی که میدونستم همینی بود که خب توی فضای آنلاین به خصوص برای خانم‌ها همچین سایتی نیستش، یعنی اگه یه نفری بخواد تو وقتای بیکاریش سایتی باز کنه، شرط مطلبی بخونه که حالش خوب بشه، نه برای اینکه فقط وقتش بگذره، نبود اون موقع. ولی خب اکتشاف می‌کردم که چطوری میشه این سایت واقعا آدم رو دوستش داشته باشن. سایت ها خب اون الان خب خیلی یه ذره این موضوع رو تغییر دادن، ولی اون موقع اینطوری بود که مطلب ها همه بلند بود و همیشه مخاطب اون رفتار آقایون تو فضای آنلاین بود، در صورتی که خب رفتار خانم ها با آقایون خیلی متفاوته، مثل مثلا مدل خرید کردنشون. خیلی بعید هستش که یه خانومی مثلا میخواد یه گوشی بخره یک هفته فیچرش رو نگاه کنه و این مقایسه بکنه که میخواد یه گوشی بخره و خیلی راحت تر یه سیر چیزا رو انجام میده. من خودم رو نگاه میکردم به عنوان یک کاربر و خب میدم خودم حوصله خوندن متنهای بلند رو در وقت استراحت ندارم، ولی اینکه متن تخصصی باشه، منم که نمیخواستم تخصصی
خصوصی بنویسم. بنابراین یکی از قانونهای سایت این بود که دو پاراگراف مطلب بنویسیم. یه قانون دیگه این بود که خب من خودم عکس خیلی دوست داشتم و دخترهایی هم که میدیدم که رفتارشون توی سایت ها چطوریه، خب اونم خیلی به عکس توجهشون جلب میشد. این شد که تصمیم گرفتم هر مطلب، یعنی تو صفحه اول 50%ش یه عکس بزرگ خوشگل باشه، کنارش یه پاراگراف متن باشه که اگه واردش میشد کلا دو پاراگراف بود. بنابراین یه سایتی راه اندازی شد خیلی خیلی ساده که عکس و متن به یک اندازه بود. هدفش این بود که جزئیات شاد به زندگی آدم‌ها اضافه بکنه. اولش با یه سایت ساده شروع شد، ولی بعدش خیلی سرویس‌ها بهش اضافه شد. مثلا رنگی رنگی بعد از یک سال فروشگاه آنلاینش راه اندازی شد که محصولاتی رو داره که با همون کانسپت و مفهومش اضافه کردن شادی به زندگی آدم هاست. در کنارش یه بخش تصویری داریم برای اینکه فقط عکس ها رو آدم ها ببینن اگر خواستن عکسی بردارن برای جای استفاده بکنن، یا محتوای تصویری که تولید شد. اپلیکیشن تفریم رنگی رنگی راه اندازی شد که اپلیکیشنی هستش که برای هر روز سال یک مناسبت شاد و منحصر به فرد خودش داره که مثلا ممکنه یه روز روز سفر رفتن باشه، یه روز هدیه دادن کتاب باشه، یه روز مثلا روز سر زدن به مادر بزرگ باشه. هر روزی مناسبت برای زندگی روزمره داره، دقیقا با همون هدف رفته جلو. و بعد از یک سال ما شروع کردیم به برگزاری کمپینایی که دوباره همشون با همین کانسپت بودن، که حالا اولین کمپینی که ما برگزار کردیم کمپین دنیای رنگی بود. کمپینی که جایی نبودن، هدفشون این بود که مثلا اون کمپین اینطوری بود که باید از یه جمله رو می نوشتن، یه جمله قشنگی رو می نوشتن و بعد جاهای عمومی شهر جا می ذاشتن، ازش عکس می گرفتن و توی اینستاگرام آپلود می کردن. و اولین کمپین ما حدود 2000 تا عکس براش ارسال شده بود و بعد از اون ما 11 تا کمپین به این شکل برگزار کردیم. اولین کمپینتون کی بوده؟ دقیقا یک سال بعد از رو سال 92. یک سال بعد راه اندازی اولی کمپین. خیلی خوب. بسیار خوب. بریم سر بحث درآمدی. اولین باری که از تو سایتتون کسب درآمد کردید که بود؟ چقدر گذشت از وقتی که لانچ کردید تو کمپ کار کردید؟ البته ما خوششانسی روبرو شدیم توی این قسمت. من خودم فکر کردم 8-9 ماه طول بکشه که اصلا بتونیم به این موضوع فکر بکنیم، ولی فکر میکنم حدود 4 ماه بود که ما یه کمپینی برگزار کردیم با کمک سینره که توی اون هدفمون این بود که چون ما یه چارچوبی داشتیم، نمیخواستیم تبلیغ بکنیم، بنر که نداشتیم توی سایت، هنوز هم نداریم. رپورتاجمون به شکل رپورتاج وجود نداشت و هنوز هم نداره و اصلا از روش های معمول پول نمیخواستیم در بیاریم. تصمیممون این بود که یا از طریق فروشگاه بتونیم این رو تامین بکنیم، یا از طریق اپلیکیشن، یا از طریق اینی که پروژه هایی رو برگزار بکنیم که باز هم همون هدف فرهنگ سازیه باشه ولی اسپانسر تجاری داشته باشه. که اولین درآمد ما بر اساس همین راه سوم بود. اسپانسر گرفتید؟ خیلی عمالی. بعد اول که شروع کردید تنها بودید؟ بله. باید دوستان که بهتون مشورت میدارن و اینه. بعد کم کم بزرگ شدید. کی شروع کرد؟ تصمیم گرفتید که بخواید؟ اولش که تا جایی که من میدونم دفتر کار مستقلی نداشتید. نه، اولش دفتر کار مستقلی نداشتیم. اولش فقط خودم یکی بودم. بعد از چند ماه یک نفر اضافه شد. البته من یکی که من نه کد نویسی بلدم، نه مطلب نمی‌نویسم و خبرنگارم. آه، این آخریه هم نیستی؟ خبرنگاری هم برای نبودم؟ خبرنگاری هم برای نبودم و هنوزم نیستم و کار گرافیکی هم انجام نمی‌دم. اصلا این چه وقت احساس نگردم؟ تو سایت می‌افتاره، من بلد نیستم که انجام بدم خودم و سعی می‌کردم همه رو ریموت انجام بدم. خب، بیاییم الان همینطوری فلانی آشید به برگردیم به این سوال. شما الان دقیقاً کاری که توی رنگی رنگی میکنید چیه؟ من توی رنگی رنگی نقش مفسر دارم. یه سری آدم هایی سری کارا میکنن و من سعی میکنم که اینا رو به هم وصل بکنم و از طرفی اون مسیری که ما میریم رو سعی کنم که ازش خارج نشیم. یعنی واقعاً من همون نقش مفسر رو دارم رنگی رنگی. خب اولش همه رو ریموت انجام میدادیم. تجربه انجام
خیلی هم هیچ وقت احساس نکردیم لازمه که بری یه دوره‌ای مثلا برنامه‌نویسی یاد بگیرید یا مثلا کار طراحی خودتون انجام بدید یا نمیدونم مارکتینگ بخونید. هیچ کدام از اینا رو انجام ندادم. همون که بخواید مفصل خوبی باشید فکر می‌کردید. حالا واقعا آدم نمی‌تونه تو چند تا چیزی تخصص داشته باشه. و من همونی که بلد بودم همه وقتمو پر کرده بودی که این فاصله بیشتره. ما اینجا داریم در واقع علت‌ها و در واقع دلایل موفقیت رنگی رنگی رو بررسی می‌کنیم. نقش یک مبصر برای هر مجموعه به نظر منم لازمه کاملا. حالا مبصر با عنوانش میتونید خودتون برداشت بکنید. وقتی اداره شادزیستن شادسازی دارن پس حتما واژه مبصر هم میتونه در واقع خیلی تفسیرهای شیکش میشه اینتگریتور همون. ولی اون فضای صمیمی که الان من تو مجموعهشون هست، اون فضای گرمی که الان ایجاد کردم به خاطر همین نگرشی که مدیر این مجموعه با یعنی روزای مجموعه داری که احساس نمی کنه که من اینجا مدیرم. همون نگاه مبصر که بعد همون بعضی وقتا میتونی صحبت کنی باش بگی که من امروز مثلا کلاس نمیام یه جور یا مثلا من دیرتر میام. همون کارهایی که ما با مبصرمون میکردیم دوست داشتیم بهترین دوستش باشیم همون همون کارا رو یاد دوست زیاد شد. بعد همون کارها رو در واقع یک مبصر انجام میده. خیلی هم خوب. بریم یه خورده جلوتر. الان در مورد تیمی که دارید چند نفرید و آیا دفتر مستقلی دارید؟ آره، بعد از یک سال که کارو شروع کردیم یه دفتر کار گرفتیم و اون موقع دو نفر به غیر از من کار میکردن. یه تایمی بود که یه چند تا آدم استخدام کردیم برای اینکه خب من که تجربه ای نداشتم که یه مجموعه داشته باشم. فکر میکردم که همه بهتره که دور هم در یک مجموعه به صورت حضوری کار کنیم. خیلی تعداد زیادی آدم اومدن خیلی زود رفتن، شاید به خاطر اینکه رنگ رنگی بیشتر از اینی که به تخصص ربط داشته باشه کارش، بیشتر به این ربط داره که اون مدل زندگیشون مهمه. این کسایی که میان توی رنگ رنگی اصلا مهم نیستش که چه تخصصی دارن، چه دانشگاهی درس خوندن و چه رشته‌ای درس خوندن. خب یکم بیشتر بگین چیا مهمه. فکر کنم یه سری علاقه من داریم که رنگ رنگی کنم. معیارتون چیه برای انتخاب یک؟ توی این مصاحبه که ما انجام میدیم شاید سوالای آخر بشه که حالا اصلا چی خوندی و چه کاری انجام میدی. ترجیحمون اینه که اولا کار نکرده باشن اینجا و سنشون کم باشه. علتش اینه که ما خیلی خیلی زیاد فشار کاری داریم و خیلی نیاز داریم اون آدمی که میاد سر کار عادت نکرده باشه به روزی نیم ساعت کار مفید انجام دادن. و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که بهتر آدمایی که میان خیلی ورود اولشون به بازار کار باشه که اون شروع اشتیاق رسیدن به هدفشون به آرزوهاشون براشون پررنگ هستش و کلا کار کردن به این فضای کاری رو بلد نیستن. اولین بار با یک جایی برخورد میکنن که تمام وقتی که اینجا هستن رو باید مفید بگذرونن. این برای ما خیلی راحت تر بود، نه که اون مدل بده، ما این مدل رو بیشتر بلد بودیم با هم دیگه کنار هم باشیم. و خب الان کسایی که توی رنگ رنگی کار میکنن به این صورت شده بعد از اینی که حالا یه عالمه آدم اومدن و ما تصمیم گرفتیم که تیم اصلی کلن تیم حضوری باشه و بقیه رو به صورت ریموت کار بکنیم. به غیر از من سه تا مدیر هستن که اینا هر کدوم یک بخش اصلی رنگ رنگی رو الان دارن میچرخونن. هر کدوم یک تیمی دارن برای خودشون که به صورت ریموت باشون کار میکنن و به غیر از اون چند نفر دیگه هم هستن دفتر، ولی این سه تا هستن که سه تا با هم دیگه دقیقا این سه تا فنگدار کار رنگی رنگی رو انجام میدن. سه تا دپارتمان دارید برای رنگی رنگی که مدیرای اصلیشون مدیر هر دپارتمان حضورن به جا تمام وقت با شما هست و تیم اونها دورکاری؟ آره، تیمشون دورکاری که نه به این صورت که حالا پروژه کار بکنن یا مثلا بخوام به صورت فریلنس کنن. چند تاشون هستن که اصلا به صورت دائمی دارن کار میکنن، شغل تمام وقتشونه. ولی مثلا یه دونهشون هست توی تبریز هستش، تو شهرهای مختلف هستن، اینا تمام وقت کار میکنن ولی به صورت دور از دفتر. بسیار الان رتبه الکستون تو چطوریه؟ معیارتون، مکستون اصلا برای سنجشتون چیه؟ رنگ الکسوس نه هیچ وقت برای من مهم بوده نه الان هستم. میدونم چنده
به خاطر اینی که خب ما بنر نمی‌فروشیم که بخوایم حالا با رنگ کرده حسابتون رو گرون‌تر بفروشیم و خب برامون مهم نیستش که چقدر آدم میان توی سایت، برامون مهمه که چه تعداد آدم هر روز به صورت مداوم به سایت سر میزن، یعنی ما چه تعداد آدم داریم که طرفدار رنگی رنگی و رنگی رنگی جزئی از زندگیشونه. بین رنگی رنگی دو دسته آدم میشناسنش، یا اصلا نمیشناسنش، یا اگر بشناسنش تو زندگی روزمرهشون جایی برای حضورش هستش، یعنی جایی پر رنگی داره. به خاطر همین مدل رفتاری برای ما اصلا مهم نیستش که چه تعداد آدم از سرچ میان و فردا دیگه نمیان، یه مطلب رو میخونن دیگه یادشون میره سر بزنن، یا اصلا نمیفهمن که اینجا چه فرقی با بقیه جاها داره، یعنی برشون که تفاوتی نداره، میخوام یه مطلب رو بخونم و برم. خب این کار برای رنگی رنگی و دوست رنگی رنگی خیلی محسوب نمیشه. طرف داره رنگی رنگی برای ما مهمه که چند نفر آدم هر روز صبح پا میشن و میزنن، یا تا صبح تا شب میزنن توی بروزرشون رنگی رنگی و وارد سایت میشن. بسیار عالی. خب بسیار خوب. یه بحثی که همیشه هست، کسایی که دوستانی که حالا اینجا استارتاپ دارن یا سایتی دارن که میخوان از توش کسب درآمد بکنه، همیشه با این سوال روبرو میشن که از طرف مشتری که رتبه الکسا چیه، یا مثلا من تو الکسا بررسی کردم سایتتون اینقدر بازی داره و اینا، بر اساس اون میان میسنجن که وبسایت مثلا اینقدر میارزه. ما نمونه هایی داریم که شاید در اصلا بحث الکساشون خیلی بحث بولی نباشه، ولی چون خیلی هدفمند و یک کاربر واقعی، یک مخاطب خاص رو هدف قرار دادن، دارن با همون خیلی خوب کار میکنن، اصلا بیزنس مدلشون، مدلی که کسب درآمد میکنن هم کاملا ساختار شکنی کرده. یه روش کاملا متفاوتی که چون تبلیغ هدفمند میکنن، مشتری هدفمند هم دارن. اوکی، خیلی خوب، بسیار عالی. برگردیم سر باز اون بحث تیم ورک و معیاراتون اینا. ما یه مسئله که خیلی حالا تو ایران بولد، بحث فرهنگ کار گروهیه، اینکه بتونیم با هم دیگه کار بکنیم. حالا خیلی کتاب ها، خیلی مقاله ها هست در مورد اینکه ما توی کارهای انفرادی خیلی موفق تر از کارهای گروهی هستیم و اینا. اینکه الان این مجموعه کنار شما هستن و دارن کار میکنن، چه جوریه؟ اون راز اینکه اینا با حالا اینقدر خوب اوکی اونطور که شما میخواید کار میکنن چیه؟ چطور میگه بوده؟ یعنی اینکه در مورد مدیریت تیم ورکتون برمی بگید.